تحت رو زده بود اسم نمیدونم چی چی اینجای کش اینجای کش زده بود سو سکسی. آقا فیلماشو دارن، اون دستش هم که هی اینجوری میکنه خار نشست گریه کرد زیر تتو که بعد در چه شرایط انسانی زده نشده گریه کنی بیان بغلت کنن دلداریت بدن بگی دردم میاد بی اس سی بزنن بگی فلان همه بهت قرص نمیدونم. سلام رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی اخیر در خدمتتونیم. ادامه درگیری شدید سحر قریشی و امیر تتلو، جواب سنگین امیر تتلو به سحر قریشی و فحاشیای شدیدش به سحر قریشی، امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. راستی زنگوله رو یادت نره بزنید تا اولین نفر از اخبار و حواشی ها با خبر بشی. بچه همونطور که میدونید تو ویدیو قبلی سحر قریشی میگفت که تتلو زوری روی من تتو زده و این که تتوی رنگی زده و من نمیتونم پاکشون بکنم و مجبور شدم که دستمو با اسید بسوزونم تا تتوها از بین برن. که اگه میخوان کامل از این قضیه سر در بیارید، ویدیویی که این بالا میاد رو از دست ندین و روش کلیک کنید. و حالا امیر تتلو خیلی مفصل راجع به این قضیه توضیح میده و ما توی این ویدیو قرار کامل از این قضیه سر در بیاریم و حرفای امیر تتلو رو با هم دیگه بشنویم. قبل ادامه ویدیو اینو بهتون بگم که جدیدن خیلی شرکت افراد اومدن برای نقد کردن درآمد یوتیوبرای تازه کار که بهتون میگن درصد کمی ازتون میگیریم و بعد از بستن قرارداد میفهمید که سرتون کلا رفته و نصف درآمدتون نیست و به بهونه‌های مختلف از جمله مالیات و انتقال پول و کلی چیزای دیگه از درآمدتون کم میشه. پیشنهاد تیم ما اینه که با اندروپی کار کنی، چون هم پشتیبانی قوی داره و حتی میتونه تو محافظت از محتوا کمکتون کنه و همچنین قراردادهای شفاف و درستی داره که با خیال راحت میتونید باشون کار کنید. امیر تتلو از اول آشناییش با سحر قریشی شروع به توضیح دادن میکنه و میگه که اولا که این خانومو من اصلا نمیشناختم، چون فیلم های دیگه ایرانی من نمیبینم. ایشون اومد با یه دونه آهنگ ما استوری گرفت، شروع کرد پا دادن، قلب فرستادن. تازه ما فهمیدیم این چیه، خبرگزاری ها پخش شد. ما برای این که یه باحال باشه دیگه اومدم گفتم خبر اومده فلان، خبر اومده بیسار. اون موقع خبرهایی که اومده بود و تو آهنگ آوردم، یکی از خبرها هم گفتم این به درد نخور با ما تیک زده. حالا این دیگه فرستاد دیگه، دختر دایی، دختر عمه. اصلا من دختر دایی این راستش خوشم اومد، تتلیتی هم بود، دختر خوبی بود. اول اینکه این چه هرومزاده اومد نشست زیراب دختره رو زدن، آره این همش بین اون داره میده، آره نمیدونم این نمیدونم. و همون موقعی که پیش پسره بود زنگ زد ویدیو کال با اونو که اونو خراب کنه. و این از این من دیگه سینما برای مرده، وای دنبال ایسی جدید بیارم، وای من عاشق تتو هم، طور خوده بیه تتو ها بزنیم. تتو زده بود اسم نمیدونم محمد چی چی اینجای کش اینجای کش زده بود سو سکسی. آقا فیلماشو دارن، میتونم براتون بفرستم. اینجاش نوشته بود اسم پسر دیگه که میاد تو ویدیوش میگه آقا اسم این پسر رو نزنید پشیمون میشی. خال بگو خودم زدم پشیمون شدم لااقل. خلاصه چهار تا از این نقطه ها که میاد قلب میشه و این پروانه های یه دلاری که مثلا تو فستیوال ها برات میزنن از اینا زده بود. ما اومدیم با بهترین آرتیست های بندمون تتوهایشون رو کلی هزینه کردیم، بیش از 30,000 دلار خود بنده پولشو دادم و تتوهایشون رو درست کردیم. خاچر رو نشون بده، چون تتو پر از دیتیل و مینیمال و پر از حرفه‌ایه. اون دستش هم که هی اینجوری میکنه خار نشست گریه کرد زیر تتو. ما فقط براش یه سایه زدیم رنگ شه تموم شه، بعدن بی اس سی بزنیم درستش کنیم، که انقدر بی تربیت و بی شعور بود و انقدر بازی در آورد که گفتن آقا برو اصلا. حالا چی شد که اصلا این آدم اومد تو زندگی من؟ دختر داییش هی برای من عکس نی و نمیدونم عکس نمیدونم سیم زرشویی و فلان فرستاد. آقا این کوچی شده، همه چیشو داره از دست میده، بیا اینو کمک بکن. ما هم گفتیم آقا من همه رفیقا معتاد بودن، اوکی بالاخره مسیه منم پسرم دیگه، یارو هم گفتم اوکی من اینو رلش میکنم.
اومد یه مدتی تو خونه ما نسخ بازی در آورد، بی ادبی کرد، که البته بی ادبی هاشو قشنگ مشتی، منم بهش بی ادبی کردم که بفهمه مسجد جای گوزیدن نیست و هر خونه هر خال بی ادبی میکرده قبلا، امیر تطلو هم جز اون بچه ها نیست. خلاصه اینقدر بی ادبی کرد، زدیم چونش انداختیمش بیرون و الان دوباره رفته چرخیده چرخیده چرخیده، دیده باسی چیده میگه اون فیس نشسته با تتوهای نصفه، تتوهایی که مگه میشه که هم عاشق تتو باشه هم تتو آرتیست بیاری بزنه بگه گریه کنه های تو داری منو شکنجه میدی های اینجوری اینجوری، خار تتو درد داره دیگه، به من چه ربطی داره؟ مگه من مسئول درد تتوی کسی هم که بعد در چه شرایط انسانی زده نشده؟ یه چقدر تو بی ناموس و پر روی، دوتا کارگر برات بفزن بشورن، بهترین آرتیست بیا تو خونه بده آب میبتو بدن دستت، گریه کنی بیان بغلت کنن دلداریت بدن، بگی دردم میاد بی اسی بزنن، بگی فلان همه بهت قرص نمیدونم کاهش درد بدن. خلاصه اینا یه ورق قضیه، اصلا ایشون تا دوم سومین روز بدنش رو به من نشان نداد. خب تا دو سه روز به من نشان نداد، تا اینکه اومد یه عکس اینجوری با من گرفت فرستاد برای ننش، بعدم گفت وای مامانم پخش کرده و مفری امیر تطلو با اینو. من هم گفتم خب دختر مردمه آقا، اومده الان من میتونم از دستم برمیاد، من هم معتاد درست میکنم هم آدم چج درست کردم، تتو آرتیستمون تیانا قفسه سینهش مشکل داشت، این کلن درستش کردم، خیلی از بیماران MSC رو درست کردم، خیلی از معتادا رو شفا دادم، انرژی زیاده و کار کردم روی انرژی درمانی، روی فیزیوتراپی، با ماساژ راههایی از بدن رو وا میکنم که خون به مغز و قلب برسه، هر بیماری طرف داشته باشه درست میشه. آقا ما رفتیم همون با این مردی، اومدیم بیرون، این بالای صورتش اینجوری بخیه 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 بالای این پلکش، گفتن این چه خار که آی نمیدونم چربی اینجا بوده دکتر در آورده. آقا پایین رو نگاه کردیم دیدم دو تا سوراخ اینجاست، گفتن این چه خار هیچی سایشنه دکتر دوسته خانم فلانی بود شلنگ کردن تو هم چربی ها رو در آوردم برگشتم اینجا دو تا سوراخ، این چیه خار آی دکتر فلان چیزی بود همون جربیایی که اونجا کشیدن کدل تو باسنم، اصلا باسن بزرگتری عضله بدنه اصلا چربی نیست، همین کارا رو میکنید قول میشید دیگه. خلاصه این چیزا رو دیدم اصلا دیگه واقعا کانفیوز شدم، اصلا حالم یه جوری به هم خورد، فکر کن یه دختر معتادی که تا زیر چشش کبود بی تربیت نمک به حروم نمک نشناس فکر میکنه همه جیمیشن، خب پسرای ایرانی هم تا یه دختر بازیگر میبینن واقعا همه جیمیش میشن دیگه. این اومده رفته تو دستشویی صورتش رو شسته، ما دیدیم زیر چش انقدر عرضم به حضور سیاهی بالای چش بخیه، انگار صورت یه آدم دیگر رو کندن زدن رو صورت این عظیم، از زیر ساکشن کردن تو چون من امیجیرم خیلی قویه، فکر میکنم آقا لوله کردن تو دخترت کشیدن بیرون کردن، اینا هیچ کدوم اینا رو به من نگفته بود، با دروغ و پنچک و فلان و اینا اومدن اینجا. همون روز اول، همون سه روز اول که من ایشون رو لختش دیدم و قیافش رو بدون میکاپ دیدم فهمیدم که اوه اوه چه گوی خوردم. حالا شروع شد که نه تو سینما رو از من گرفتی، تو همه چیز منو گرفتی، دان خار تو که اول اومدی گفتی من از سینما بریدم تتو دوست دارم عاشق تو آهنگاتم میخوام بیام اینجا تتوامو بزنم نمیدونم خودتو دوست دارم باهات رفاقت کنم، الان شدم سینمای ایرانو از تو گرفتم و فلان و بیسار. خلاصه به بیادبی ادامه داد و ادامه داد ما یه روز انداختیمش بیرون. چرا اطلاعات غلط میدی به مردم مادر؟ میان میگن تتو رنگی به هیچ کس نزنید، تتو سیاه سفید بزنید.
مگه کسی که کلن سه ماه اومده تو خونه من تاتو براش زدیم، اونم همه چی ما را نمایی کردیم، اصلا استحقاق اینو داره بیاد بشینه راجب تاتو صحبت کنه؟ نداره دیگه. خارکست، تو اگه استحقاق داشتی که راجب تاتو صحبت کنی که همون این مرد اسم اون نبود اینجای کل اسم اون اینجاد عکس من هم برگردی بگی آی من الان اینجا رو اسید ریختم، آی فلان کردم، بیسار کردم، اینقدر شل نفس. هزار دفعه من از یارو پرسیدم آقا این تری که میخوای بزنی مطمئنی؟ گو آره من نمیدونم، اون یکی اومده نمیدونم ملخ اومده اینقدر تتوی تو رو زده، مورچه اومده اینقدر تتوی تو رو زده، من باید گنده ترین تتوی امیر تتلو مال من باشه. اون موقع اینجوری میگفت، حالا دیگه میبینه که دستش به جای بنی ویو بگیرن اومدن یه جور دیگه میگن. لطفا برای حمایت از ما اینستاگراممونو که لینکش تو دیسکریپشن هست دنبال کنید و اگر خبری از قلم انداختیم پوشش بدیم لطفا بهمون اطلاع بدین. و در آخر نظر شما راجع به این قضايا چیه؟ من یک گیگاچت هستم و این ویدیو رو لایک میکنم.